هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا با عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنجشنبه 21 دی ماه برابر با 11 ژانویه در خدمت شما هستیم. برنامه بازشناسی باورها رو اختصاص دادیم به بحث سیاستمدار حرفه‌ای و تفننی و پیرامون اون نکاتی رو عرض کردیم. نوبت پیشین بنابر روز مادر در جهان تشیع اختصاص داشت به بررسی حقوقی وضعیت مادران و امروز برمیگردیم بر همان راه گذشته. اما باز هم در روزهایی هستیم که مصادف شدیم با یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ ایران و آن روز 17 دی ماه برابر با قانون کشف حجاب که در زمان رضا شاه به همت او انجام گرفت. در اینجا چند نکته اساسی وجود داره که پیرامونش کمی سخن خواهیم گفت تا به نوعی حق مطلب ادا بشه. یکی از نکاتی که بسیار برجسته است و در گذشته پیرامونش سخن گفتیم، مسئله مهار واقعیت که این تعبیری است که آی جورج اورول به کار میبره، یعنی کسانی که سعی میکنن واقعیت رو بنابر ایدئولوژی یا دیدگاه خودشون تغییر بدن، اون رو مهار بکنن. اگر اسناد و شواهد و مدارکی دال بر این که نه، این واقع چنین نبوده وجود داره، اونها رو حذف کنن. و اگر وقایعی که وجود داره اما در آن نقش آن شخص یا اون ایدئولوژی کمرنگه، اون رو برجسته بکنن. ما چون این پدیده ای رو در اسلام هم داشتیم و ما بارها عرض کردیم، اسلام با برآمدن خودش واقعیت رو به مهار خودش درآورد، یعنی اشاره می کرد که اعراب قبل از اسلام در یک جاهلیت به سر می بردن، فاقد اون ارزش های اخلاقی بودن، مناسبات اجتماعیشون مناسب نبود و در نتیجه لفظ جاهلی رو برای اونها به کار برده که در 4 سوره قرآن به مسئله احراب جاهلی پرداخته، یعنی احرابی که در یک جهل به سر میبرن و اعراب با آمدن پیامبر اسلامه که از آن جهل بیرون آمدن و به نور و روشنایی و بصیرت و کرامت و همه اینها رسیدن. ما بارها به این مسئله پرداختیم که خیر این گونه نیست. اعراب قبل از پیامبر اسلام هم دارای جایگاه برجسته‌ای بودن. به جنبه های زندگی اونها وقتی نگاه کردیم نشان دادیم که چنین نیست. بارها شنیدید وقتی در مورد حقوق زنان صحبت میکنند، اشاره میکنن که اعراب قبل از پیامبر اسلام زنان رو زنده به گور میکردن و زن دارای ارزش نبود و پیامبر اسلام آمد که به اعراب این بها رو داد که به زنان احترام بگذارید، به زنان ما این ارزش رو داد که بتونن زندگی بکنن وگرنه زنده به گور میشدن، در حالی که منابع تاریخی نشان میده که این بر خطا است. این همه واقعیت نیست. بله، بودند اعرابی که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. مثلا در بنی تمیم چهره شاخصی بود قیس ابن عاصم که این کار رو میکرد، که البته زمینه هایی هم داره. رفتار او ناشی از یک کینه‌ای بود که نسبت به دختر خودش داشت. ما این در میان همه افراد نبود، کما اینکه سعسعت ابن ناجیت ابن ابی اقال کسی بود که نزدیک به 300 دختر رو آزاد کرد با پرداخت شطور.
یعنی پدری که به خاطر فقر و نداری میخواست دختر خودش رو بکشه که غالبا این گونه بود، چون زنان قوه تولیدی نبودند در آن زمان برای اعراب حجاز، دختران خودش رو زنده به گور میکردن، احساس میکردن اینها نانخور اضافه هستن. سعد ابن ناجی آمد و میگفت نخیر، بفرمایید این دو شطور سه شطور رو شما نگه دارید، دخترتو بده به من. اون دختران رو پرورش میداد، بزرگ میکرد و این یکی از افتخارات او بود که بعدها فرزندان او به این پدر و پدر بزرگ افتخار میکردن. در همان بنی تمیم که قیس ابن عاصم از اونجاست، شما کسانی رو دارید که تن دادن به پیامبری و نبوت سجاه که یک دختر بود، یک زن بود. پس در همان قبیله بنی تمیم همین گونه نبود که زنان فاقد ارزش باشن. اگه فاقد ارزش بودن که سجاه شخصی که به پیامبری رسید رو قبول نمی کردن. در خود قریش شما نگاه بکنید چه زنان برجسته‌ای، بسیاری از عمه های خود پیامبر اسلام شخصیت های برجسته ای هستن، مثل صفیه، مثل اروا، مثل آتکه و دیگران. زن خود پیامبر اسلام خدیجه یکی از زنان برجسته بود که محمد رو از اون فقر و نداری و بیچارگی و ادبار و نکبت و بدبختی بیرون آورده بود. روی میبینید مسلمانان اشاره میکنن که زنان هیچ ارثی نمیبرد. گهگاه که با این دوستان مسلمان بحث میکنیم اشاره میکنیم که خب ثروت خدیجه از کجا آمده؟ این بخش از ثروت خودش رو از میراث شوهران گذشته خودش داشت. از زن ارث میبرد که خدیجه اون میراث رو گرفت و با اون کار تجاری انجام میداد. در همان جامعه عرب شما زنان برجسته دارید. زنانی دارید که شاعرن. شاعر در اون زمان نقش بسیار برجسته‌ای داشت. حتی در یونان باستان هم همین گونه بود. عظمت هومر و دیگران به اون ادبیات خاص و شعر به این برمی‌گرده که در آن جامعه ابتدایی شاعران رو منبع الهام گیری از خدا می‌دونستند که خدا بر زبان اونها این قطعات زیبا رو می‌آفرینه، به اونها می نشانه، اونها همون رو ابلاغ میکنن، بیان میکنن، در زبان خودشون میکنن. جایگاه شاعران در گذشته بسیار برجسته بوده. قبل از اندیشه های فلسفی این شعر و شاعری بود که مقام بالایی داشت در تربیت جامعه. در میان اعراب هم همین گونه بود. اگر قبیله‌ای میخواست فخر بکنه به قبیله دیگری، به تعداد شاعراش اشاره میکرد، به شاعران برجستش اشاره میکرد. حتی اون شاعران بودن که مجد و عظمت یک قبیله رو برجسته میکنن. همین دیدگاه هاست که شما نگاه بکنید در عظمت و بزرگی افرادی مثل فردوسی و دیگران که میراث یک سرزمین رو زنده نگه میدارن. در میان عرب هم چنین بود. شعرای برجسته‌ای وجود داشتن که بسیاری از اونها از زنان هم. حتی پیامبر اسلام جان خودش رو به نوعی مدیون یک زن کاهنه است. جایی که عبدالمطلب تصمیم میگیره عبدالله رو بکشه، قربانی بکنه برای خدا، بنابراین خوابی که دیده بود که اگر به من 10 پسر بدی یکیشو بر راه تو قربانی میکنم. و بعد قریش جمع شدن و به عبدالمطلب گفتن که برویم به نزد یک زن کاهنه‌ای، چه بسا او بتونه به ما یه راه حلی نشان بده. یعنی طرف مشورت بودن آن زمان، مشکلات غامض رو حل می کردن. خلاف اسلام که آمد و گفت زن ناقص العقل است، زن عقل و فهم نداره. عبدالمطلب بزرگ اسلام که در واقع بزرگ پیامبر، برخی ها میگن مسلمان بود، برخی ها میگن نبود، محل مناقشه نیست، اما شخصیت محترمی است در جهان اسلام. نزد قریش هم جایگاه برجسته داشت. ما وقتی دوچار یک مشکل غامض شد به نزد یک زن کاهنه میگه که ببینه او چه میگه.
لابد او بود که راهنمایی کرد، گفت شما ده شتر ده شتر بگذارید قرعه بکشید. هر زمان قرعه به نام شتران افتاد، شتران رو قربانی بکنید دیگه عبدالله رو نکشید، که ادامه دادن تا رسید به 100 شتر که دیه یک مرد مسلمان 100 شتره، حاصل همین رفتار عبدالمطلبه که برگرفته از اون پیشنهاد کاهنه هست، حکم خدا نیست. یعنی قانون مجازات اسلامی رو که شما نگاه میکنید امروز در جامعه ایرانی است، میگن دیه مرد مسلمان چقدره؟ میگه 100 شتر. میگه کی این رو آورده؟ میگه پیامبر ما. در حالی که پیامبر نیاورد. یک حکم امضایی است. این یک زن کاهنه ای آورده به عبدالمطلب پیشنهاد کرده که به جای اینکه پسرت رو اینجوری بکشی قرعه بکش. و بعد قرعه کشیدن دیدن 100 شتر آمد، گفتن خب 100 شتر رو قربانی بکن. این شده جز دیه ما و ما فکر میکنیم که اینو خدا آورد. محل بحث من اینه، در درون همون جامعه شما زنان برجسته میبینید. ما اسلام زمانی که میاد سعی میکنه بگه بابا عرب چیزی نداشت، ما بهش دادیم. همه در جهل بودن، در بیخبری بودن، ما اومدیم و اونها رو آگاه کردیم. در حالی که شما امروز نگاه بکنید همین قوانین امضایی که من عرض کردم، یعنی قوانینی که قبل از محمد وجود داشته، محمد اونها رو پذیرفته، پس اگر جاهلانه بود که دیگه نباید اونو میپذیرو. بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی هست، یعنی ریشه هاش برمیگرده به عرب قبل. حتی نام خداییشون که اللهه برگرفته از نام خداییست که عرب مورو میپرستید. الوهیم و پدر آسمانی و یهوه و اینها نبود که در کتاب های دیگر آمده که اتفاقا اونها از منظرشون الهیاتی هست. یعنی محمد اگر واقعا نگاه نوعی داشت، خدای او هم باید همون خدای موسی بود، مثلا بگو یهوه خدای محمد. ما میگه اللهه، چون الله قبل از محمد خدای عرب بود، پدرش عبدالله است، یعنی بنده یک خدا، البته بت نبود، الله خدای نادیده عرب بود، برای او نمادهای خاصی هم داشته. پس بنابراین آن کسی که مدعی است با آمدن اسلام همه چیز عوض شده، ما میبینیم نه، با کنکاش و جستجو در تاریخ شما متوجه زنان بزرگی در اون سرزمین میشید، مردان بزرگی در اون سرزمین میشید. ما اسلام میخواد مهار واقعیت، یعنی بگه نه خیر، ما بودیم که اینا رو ساختیم. بعدها هم به سرزمین های دیگر رسیدن هم همینو گفتن، گفتن ایرانیان که چیزی نداشتن، ما اومدیم به اونها ارزش و اعتبار دادیم. مصری ها و جاهای دیگه که چیزی نداشتن، ما اومدیم به اونها ارزش و اعتبار دادیم. و این یک پدیده است بسیار مخرب که اذهان رو به خطا میبره. چون این پدیده ای رو ما در مورد مسئله کشف حجاب هم داریم، یعنی گروهی بنابر دیدگاه خاص خودشون به تاریخ خیانت میکنه، به نقش دیگران خیانت میکنه، یعنی گویی هیچی نبوده، با آمدن یک شخصی به نام رضا شاه همه چیز به دست این مملکت رسیده، اصلا مبارزه ای نبوده، ایشون اگه نمی آمد زنان ما بدبخت بیچاره بودن. در اینکه رضا شاه سهم بزرگی داشته شکی نیست، ما چرا سهم بقیه افراد نادیده گرفته میشه؟ به دلیل مهار واقعیت، یعنی میخوایم نشان بدیم که نه، با آمدن ما یا با آمدن این شخص داستان عوض شده. من بارها مرش کرد، مثل این میمونه که من ایمان سلیمانی اگر به قدرت رسیدم برگردم و بگم آخو قبل از من اصلا کسی کار روشنگری و نقد دین و اینا انجام نمیداد، ما آمدیم شروع کردیم. در حالی که این برخطاست، این حرف خیانتی است به کسانی که قبل از ما زحمت کشیدن، مطالعه کردن، مطالبشون رو منتشر کردن، خون دلها خوردن، رنج و مشقت ها دیدن. این مهار واقعیت برای نسل امروز ما بسیار بسیار خطرناکه. ما در گذشتم تاوان این رو دادیم، امروز هم کماکان در حال همین راه و روش نامطلوب هستیم. زنان این سرزمین
از سالها قبل از برآمدن رضا شاه در حال مبارزه برای مطالبات خودشون بودن. نقشی از این مطالبات به کلیتی بنس برابری میرسید در همه حقوق در جنبه های مختلف، بخش دیگر هم به جزئیات مثل حجاب. کتاب های زیادی نوشته شده در مورد نقش زنان. فهرستوار من سعی میکنم یکی دو انجمن که در اون زنانی حضور پیدا میکردن که بتونن در مورد حقوق زنان نگاهی داشته باشن، برای اون مبارزه بکنن رو داشته باشیم. خب ریس کتاب تاریخ 100 ساله احزاب در ایران نوشته آیه یونس پارسا که به سالهای 1284 تا 1384، یعنی یک فاصله 100 ساله اشاره میکنه. خب من فهرستوار اینا رو بخونیم. یادمون باشه برآمدن رضا شاه سال 1925 به میلادی. خب این انجمن ها کی شکل گرفتن؟ اجازه بدید کمی تر رو بخونیم. شوراهای زنان و انجمنهای ملی هر دو این نهادها برخلاف انجمنهای فوق و ذکر که قبلا ذکر کرده، نه تنها به طور آشکار سیاسی و مستقل از دربار و هیئت حاکمه بودند، بلکه اصولا به خاطر پیشبرد امر انقلاب مشروطیت و گسترش اندیشه آزادی و برابری به وجود آمد. یعنی انجمنهایی در دوران مشروطه و بعد از اون شکل میگیره که اصلا درباری نیستن، جدای از دربار زنانی هستن که دارن مبارزه میکنن. خب حالا من انجمنها رو ذکر میکنم. انجمن آزادی زنان در 1907، یعنی 18 سال قبل از برآمدن رضا شاست. اتحادیه غیبی نسوان 1907، انجمن نسوان ایران 1910، من میگم انجمن زنان ده. انجمن زنان وطن 1910، شرکت خیریه خواهران ایران 1910، انجمن خواهران ایران بازم 1910، اتحادیه نسوان 1911، انجمن همت خواهران 1911، شورای زنان 1907 در تبریز، هیئت زنان اصفهان، انجمن زنان ایران در اشقابات به رهبری شمس کسمایی شاعره بزرگ در 1909. یعنی اگر نگاه بکنید 15 سال قبل از رضا شاه که شمس کسمایی یکی از زنان شاعر سعی میکنه انجمنی را بندازه و در اونجا به حقوق زنان توجه بده. انجمن آزادی زنان در 1906 در تهران توسط تاج السلطنه این تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه و خواهر مظفرالدین شاه است. یه خاطراتی داره، اگر فرصت بشه در آینده فرازهایی از اون رو میخونه، که یکی از زنان پیشرو بوده، از او به عنوان اولین زن فیمینیست یا به نوعی سوسیالیست ایرانی نام میبرن. یعنی کسی که به دنبال حقوق زنان و حقوق جامعه بوده، دختر ناصرالدین شاه است. خواهری هم داشته البته، افتخار السلطنه، که بعد در انجمنهای دیگری بود. خانم صدیقه دولت آبادی که ایشون هم در اونجا روزنامه داشت. ناشر نشریه زبان زنان بوده خانم صدیقه دولت آبادی. محترم اسکندری که ایشون هم در دوران مشروطه بود. هما محمودی شاعر و نویسنده ای بوده که سازمان دهنده بوده تظاهرات و در واقع حضور زنان رو در جامعه، که در 1911 بخشی از تظاهرات جلوی مجلسش رو سازمان میده. شمس الملوک جواهر کلام، بیبی وزیروف، که این خانم وزیروف دبستانی رو هم ایجاد کرده بود برای کودکان. توبا آزموده مدیر مدرسه ناموس در سال 1907، صفیه یزدی مؤسس مدرسه دخترانه در 1910، ماهرخ گوهرشناس مدرسه دخترانه ترقی در 1911، که همه مبلغان
آزادی و برابری زنان، صفحه 44. خب اینا چرا خواندیم؟ ببینید شما نمیتونید نقش این زنان رو نادیده بگیرید. آره، چهره شاخصی که در واقع خیلی ها نام میبرند در مورد کشف حجاب، یعنی طاهره قرة‌العین و دیگران رو هم در این راستا ببینید. این مبارزه صورت گرفته، زنانی که قدرت نداشتن، همان نسبتی که قدرت نداشتن مبارزه کرد. اگر من ایمان سلیمانی قدرتی ندارم اما مبارزه میکنم برای آزادی، ارزش کار من 100 برابر کسی است که قدرت داره و آزادی میده. الان فرض کنید سلیمانی پادشاه یه مملکتی باشه، رئیس جمهور یه مملکتی باشه، دیکتاتور یه مملکتی باشه، خب قدرت دستش. اگر او این آزادی رو بده کار بزرگی نکرده، کارش قابل سپاسگزاری است. بله کار خوبی کردی، قدرت داشتی و به درستی اون رو دادید. اما ارزش کسی که قدرت نداره ولی مبارزه میکنه خیلی بالاتره. مثل مردم ایران برای آزادی مبارزه میکنه. اگر کسی قدرت داره اون آزادی رو به اونها بده، نه اینکه کارش بده، نه کارش خوبه. ما به اندازه کسانی نیست که دارن با سعی و تلاش خودشون آزادی رو به دست میارن، اون هم در اون جامعه قاجاری که بعضی ها صحبت از این میکنن که اون موقع مردم فاقد هیچ ارزشی بودن. نگاه بکنن، حتی یه بار بخونید این کتاب ها رو که این زنانی که در اون فضا می نوشتن مقابله میکردن. خانم بی بی خانم استرآبادی کتابی هم داره که سعی میکنه پاسخ بده به اون مردانی که زنان رو حقیر و پست میشمردن، چون در اون زمان هم این مقابله های به نوعی حالا مناظره های رساله ای وجود داشت. شخصی سعی میکرد زنان رو در یک مقاله ای در یک مجله بکوبه و افراد دیگری میامدن و به اونا پاسخ میدادن، که یکی از اونها مثلا بی بی خانم استرآبادی است. ما اینا رو نبینیم بگیم نه چیزی نبوده، اصلا زنان ما اصلا فهم و شعور نداشتن، رضا شاه آمد به اینا فهم و شعور داد. این نیازمند اینه که ما این اسناد رو پاک کنیم، بگیم مثلا زنان مبارز ما نداشتیم، زنان ما به حقوقش آگاه نبود. نه خیلی بودن. اما شخصی هم میاد به اونها کمک میکنه، یعنی میبینه مطالبات مردم چیست، به اونها میده. روز اتفاقا خیلی هم معتقدن رضا شاه این رو بر اساس خواست مردم ایران نداده، یاد گرفته رفته در ترکیه در جای دیگری، دیده آتاتورک همین کارا رو کرده، تو خب حالا ما هم برگردیم این کارا رو بکنیم. همون میگه ناصرالدین شاه بعضا همین برنامه در ذهنش بود، زمانی که میرفت در اروپا چیزهای خوبی میدید، میآمد در ایران میگفت خب همون هم اجرا بکنیم، بعد میدید به ضررشه، میگفت نه خیلی نه نمیخوام. اما اونجایی که برایش خوب بود میپذیرفت، مثلا دیویزیون قزاق رو ساخت، بریگاد قزاق رو ساخت. چرا؟ چون شو وقتی رفته بود در روسیه، در اونجا دید که خب یه ارتشی، یه نظم و انضباطی و اینهاست، گفت آقا اینا برای ما درست میکنید؟ اونا هم گفتن، روسا هم گفتن بله، و آمدن یک بریگاد قزاق درست کرد. همین ناصرالدین شاه میرفت در کشورهای دیگری، مظفرالدین شاه همینطور، میده چه جامعه منظمی است، گفت چقدر خوب این جامعه، گفتن بله، گفت برای چیه، میگفت قانون دارن اینا، گفت خب با ما هم قانون داشته باشی. وقتی برمیگشتن ایران، بزرگان مجلس بهش میگفتن که آقا قانون یعنی اینکه شما باید محدود بشی، بشین اون کنار، فرمان ندی، دستور ندی، بشی مثل همون پادشاه فرانسه، بشی مثل پادشاه انگلستان، پادشاه روسیه. گفت نه خیر، من اینا رو قبول نمیکنم. یعنی تجدد و ترقی و توسعه و پیشرفت رو تا جایی دوست داشتن که به منافع اونها مغایرت نداشته باشه، اون سیاست همپوشانی که ما در گذشته عرض کردیم. بنابراین زنان ما مبارزه میکردن، در گذشته هم بوده، بسته به توانایی خودش رو در اون محیط. این مبارزه فکری آرام آرام در درون جامعه شکل میگیره و بعد افراد دیگری میان از اون حمایت میکنن، در قالب نماینده مجلس گرفته یا حاکم. اما یک نکته مهمی هم اینجا وجود داره، پدیده‌های فرهنگی نیازمند کار فکری هم در کنار کار تقنینی، ما به هر دوش نیاز داریم.
اما اگر یک پدیده فرهنگی رو با کار فرهنگی هم پیش نبرید دچار شکست خواهید شد. همین دلیل در بحث‌های توسعه یک بخشیش طرح‌ها و برنامه‌هاست، یه بخشیش هم موجه کردن اون طرح‌ها و برنامه‌هاست. یعنی من در یک جامعه سنتی وقتی زندگی می‌کنم، وقتی می‌خوام راه آهن بکشم، خب خیلی‌ها هستن ممکنه مخالف اون باشن، از جمله کسانی که در صنعت حمل و نقلن. مثلا طرف میگه آقا من اگر راه آهنی بیاد دیگه نمیتونم درشکه اجاره بدم، کسب و کار من میخواد، بنابراین من مخالف این داستان. خب شما باید موجه بکنید که چرا کشیدن راه آهن به نفع مردمه و مردم قبول بکنن که راه آهن از نظر زمان، از نظر تکنولوژی، از نظر مسائل مالی به نفع مردمه، تا اینکه سوار درشکه بشن، از نظر امنیتی مشکل داره، هزاران چیز دیگر. همین مسئله در برابرهای دیگر قدرت وجود داره. شما وقتی میخواید قوه قضاییه رو از دست روحانیون بگیری، خب اونا منافعی دارن، یک طرف دعوا رو در کنار طرف دیگر دعوا حمایت میکنن، رشوه هایی میگیرن که ما در تاریخمون کم نداریم. روحانیونی که رشوه میگرفتن حکم صادر میکردن. در یک درگیری و دعوای مشابه دو تا رأی متناقض میدادن. چرا؟ چون خب یک نفر محترمتر بود، رشوه میداد، پولی میداد، هم دین و هم کیش اونها بود، بنابراین رأی اونها هم بر میگشت به طرف اون شخص. عدلیه یا قوه قضاییه برای اینکه کارها تخصصی باشه، یعنی بر اساس یک متن قانونی شما قاضی حکم میدید که بنابر ماده فلان فلان قانون این آقا پیروز این دعواست، اون آقا شکست خورده این دعواست. دیگه نگاه نمی کنی که طرف اشراف، اعیان، فقیر، گدا، به اینا نگاه نمی کنی، چون قانون مهم. اما در گذشته اینطوری نبود. آخونده نگاه میکرد کدوم یکی پایگاهش بالاتر، کدوم یکی از نظر ثروت میتونه او رو تامین. تخصصی شدن که یکی از ویژگی های دولت سازیست همینه، که کارها در حوزه تخصصی رسیده بشه. ما همین نیاز به توجیه داره، یعنی باید به مردم بگیم چرا قوه قضاییه به نفع مملکت، وگرنه مردم در برابرش موضع میگیرن. همونطور که روحانیت سعی میکنه اخلال ایجاد بکنه، بگه آقا قوه قضاییه چیز بدیست، اینا میخوان ما رو غربی بکنن، میخوان دین ما رو از ما بگیرن، احکام شرع انور اسلام اجرا نشه. خب دیدید دیگه، اینا بقایی بود که در اون زمان وجود داشت. شاه مملکت میامد یه قراردادی میبست، روحانیت اگر میدید مخالف منافع او هست فتوا میداد به تحریم او. کم نداریم از اینها. بخشی از اون قراردادها درست نبود، کاملا صحیح، به نفع مردم نبود، اما بخش دیگر به نفع مردم بود. ما چون منافع روحانیت رو زیر ضربات خودش میگرفت، روحانیت موضع میگرفت. از اون طرف هم نخبگانی وجود ندارن که اینها رو برای مردم موجه. مسئله موجه کردن نخبگان نسبت به طرح‌ها و برنامه‌ها برای مردم امر بسیار مهمی است در توسعه. چون ممکنه کار خوبی بکنی، اما این کار نزد مردم موجه نشده باشه، مردم نچشیده باشن دلایلی رو، ندیده باشن شواهدی رو که نشون بده این طرح خوبیست، بنابراین در بارش موضع میگیرن. یکی از مشکلات رضا شاه همین، برای کشف حجاب متاسفانه نتوانست نخبگانی رو در خدمت بگیره که به شکل عمومی و کلی این رو توجیه کنه. بودن رسانه هایی که این کار رو میکردن، مطبوعاتی که این کار رو میکردن، از جمله علی اکبر داور مجله‌ای داشت این کارها رو مینوشتن، اما عمومی نبود، موجه نبود. همین دلیل استفاده کردن از زور، یعنی که بریم در خیابان‌ها چادر زنان رو بکشیم از سرشون بیرون بیاریم. یعنی به جای اینکه یه کار خوب رو بشه به درستی انجام داد، متاسفانه با روش غلط یک نوع بازدارندگی میاره. اینا رو عرض می‌کنیم برای آینده ایران. یعنی الزاماً اگر من سلیمانی طرح خوبی دارم، این نیست که از هر روشی استفاده بکنم، نه، گاهی روش‌های بد میتونه اون طرح خوب من رو زیر سوال ببره.
در توسعه که کاری است گام به گام. شما اگر قرار کشف حجاب کنید، ناگهان نمیایید همه رو بگید که ملزم هستید لباس در بیارید. نه خیر، میگید آقا آزادی، هر کسی خواست در بیاره، هر کسی نخواست در نیاره. بخشی تمایل دارن، زنانی که مترقی هستن در میارن. دوم این که سعی کنید اون رو تبدیل کنید به قانون، یعنی قانون حجاب اختیاری. در این اختیاری بودن یک وجاهت وجود داره، انسان مختاره دیگه، انسان مجبور که نیست. وقتی مردم ببینن که خب اختیار داریم، میگن خب این قانون پس قانونی است که ما رو آزاد گذاشته، به ما احترام گذاشته. سومین کار اینه که از نظر فرهنگی شروع بکنید به این که آقا چرا حجاب یک امر شرعی نیست، ساخته مثلا دستگاه روحانیته، هرچند امر شرعی هم هست، در قرآن هم آمده، در سنت رسول هم اجرا شد. اما مقصود اینه که شما باید نگاه بکنید با ترفندهای مختلف جلوی روحانیت قرار بگیرید. یک. دوم، نشان بدید که کشف حجاب یا بیرون آوردن لباس مانع دینداری کسی نیست، بلکه میتونه در امور اجتماعی هم اون زن دخالت بکنه، راحت تره که دخالت بکنه، موجب فساد هم نیست، کما اینکه در جهان غرب هم خیلی حجاب ندارن اما فسادشون خیلی کمتر از خانه روحانیون و محله های این هاست. و این وظیفه نخبگان جامعه هست که در روزنامه ها، در مطبوعات، در مجالس اونا رو میگن، صحبت میکنن تا آرام آرام این حجاب اختیاری تبدیل به یک امر فراگیر بشه. اما من وقتی به زور به پاسبانهای خودم بگم برید در خیابانها حجاب از سر مردم بردارید، اون کار خوب رو هم تبدیل کردم به یک کار بد. چرا؟ مشکل در اینجاست که ما ایرانیان به کار دراز مدت باور نداریم. همیشه دوست داریم محصول همین درختی که میکاریم رو خودمون بخوریم. بنابراین میگیم اگه قراره من 10 سال پادشاه باشم، اجازه بدید یک کار خوب به نام من ثبت بشه. خب کار خوب یعنی چی؟ یعنی اول و آخرش رو من انجام بدم. پس بریم به زور مردم رو بی‌حجاب کنیم. خب نشدنی است. کما اینکه جمهوری اسلامی هم میخواد به زور با حجاب کنه، ولی نشدنی است. اگر زنان ما حجاب سرشون میذارن، از روی این نیست که حجاب رو پذیرفتن، نه، مجبورن، چون شمشیر و سرنیزه بالاش سرشون. ما اینو میفهمیم ما. یعنی یه پادشاهی خواه اینو میفهمه که از این طرف حجاب زوری سر زنان مردم گذاشتن کار غلطی است، اما از اون طرف از رضا شاه دفاع میکنه، میگه نخیر مجبور بوده دیگه، چون زنان رو که در اون فضیعت فرهنگی بودن نمیشه یه شب، خب بله اصلا قرار نیست یه شبه کسی تغییر کنه، اصلا توسعه یعنی همین، مگه جوامع توسعه یافته یه شبه تغییر کردن؟ وقتی ما فهم درستی از توسعه نداریم، فکر میکنیم همه چیز یه شبه است. در همه زمینه ها همینه. مثلا احزاب، شما یک شبه توقع دارید در درون یک جامعه‌ای که سالها دیکتاتوری بوده، ناگهان احزابی مثل جمهوری خواهی و دموکرات و کارگر و محافظه‌کاری که در انگلستان و امریکا هست به وجود بیاد. این احزابی که شما در غرب ببینید زمینه های 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله داره. اونها هم روز اول به همین شکل ساده بودن، آرام آرام تبدیل شدن به احزابی با اون تشکیلات خاص امروزی. ما میگیم نه خیلی ما حزب نداریم که، حزب نداشتیم که. خب بله حزب نداشتیم چون مملکت دیکتاتوری بوده. ما پایه همون احزاب، همون گروه هایی هست که دور هم دیگه میشینن، آرام آرام گسترش پیدا میکنه با ورود تکنولوژی و قدرتی که احزاب دارن، رسانه ایجاد میکنن، تشکیلات و سازماندهی و ایدئولوژی و همشون مشخص میشه. اما همه چیز یه شبه نیست. بنابراین در راه توسعه هیچ وقت نباید آزادی مردم رو گرفت. این کار بر خطاست. این توسعه نیست. توسعه یعنی یک عزمی میان حاکم، نخبگان و مردم که هر سه با رضایت هم امری رو جلو ببرن. یعنی اگه قرار قانون ایجاد بشه، مردم نمیتونن قانون رو تحمیل بکنن بر همه نخبگان و گروه، اونا رو کارشکنی میکنه، اونا هم باید تا اندازه مجاب بشن که بعد قانون چیز خوبی است. اگر مجاب نشن، در آخر با انقلاب و چیزهای دیگر کار به اتمام میرسه.
آوردن مدرنیزاسیون یک امر ساده است. ماشین رو وارد میکنید، موبایل رو وارد میکنید، ساختمان های عظیم میسازید، اما مدرنیته یعنی اون فکری که مدرنیزاسیون محصول اونه، این نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار آگاهی رسانی داره. جناب این گاهی طرحهای خوب هم چه بسا از روش های غلط به جایگاهی نرسه، کما اینکه بعد از رفتن رضا شاه شما دیدید دوباره همان فضای دینی حاکم شد، دوباره آن زنانی که به زور حجاب از سرشون برداشته بودن حجاب گذاشتن چون مجاب نشده بودن به این مسئله. باید یک جا در برابر این مسئله ایستاد. ما همین وضعیت در ما دولت مدرن هم داریم. نرس کردم حاکمانی داشتیم مظاهر تمدن رو میدیدن خوششان میامد، گفتن بریم در ایران همین رو بیاریم، اما زمانی که به پای خودشون میرسید میگفتن نه خیر ما این قسمت رو نمیخوایم. اون چی از روش هایی که در دوران رژیم های گذشته و امروز هم بوده همین داستان. پیشتر من از آی لینز نام بردم و در مورد پدیده سلطانیزم به یکی دو ویژگی که او اشاره میکنه نگاهی انداختیم. یکی پدیده ریاکاری قانونی است و دیگری یکی شدن حاکم و دولت، به این معنا که در زمان ایجاد دولت‌های مدرن خب شما می‌بینید یک دولتی هست، قوه مجریه داره، قوه مقننه در اون کشور وجود داره، قوه قضاییه وجود داره، قانون اساسی دارن. ما در درون این سیستم تمام اینها یک شکل سوری داره. چرا؟ چون شخص حاکم همه اینها رو در اختیار خودش گرفته. این قانون اساسی دیگه موضوعیت نداره، چون یک شخصی بالاتر از این قانون وجود داره که هر زمان دلش بخواد قانون تعطیل میکنه، هر زمان دلش بخواد قوه قضاییه رو منحرف میکنه به سمت سویی که خودش میخواد. من در جمهوری اسلامی هم همین، در جمهوری اسلامی هم قوانین مدنی یا جزایی تا جایی که به حکومت ربط نداشته باشه اجرا میشه. شما طلبکاری که بدهکار بری در دادگستری جمهوری اسلامی طبق قانون به شما رأی میده. ما اینا مشکل جامعه ما نیست، مشکل جامعه ما اینه که آیا این نهاد قضایی مستقل از حکومته. ما میبینیم نخیر. چرا؟ چون هر زمان که حکومت دستور بده یا بخواد اعمال نفوذ بکنه انجام میده. یعنی زنی رو به خاطر حجاب میبرن، میبینید که بازجوها از اون بازجویی های خاص خودشون استفاده میکنن، اقرارهای کاذب میگیرن، اونها رو میفرستن، همون حکمی رو هم میدن که اون بازجوه گفته که 10 سال حبس بدید به این خانوم. یا افرادی رو میبرن به جرم محاربه اعدام میکنن. چرا؟ چون آمده در خیابان اعتراض کرده به رژیم جمهوری اسلام. پس این نهاد مستقل نیست، چون هر زمان که شخص حاکم یا نهادهای امنیتی زیر دست او بخوان میتونن در قوانین وارد بشن، استقلال قضات رو زیر سوال ببرن و شما دیگه عدلیه ندارید، مجلس ندارید. شما امروز هم دیدید در این فضای رسانه ای شروع شده این بحث انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی و این همه رد صلاحیت هایی که شما دارید میبینید. خب این رد صلاحیت ها از کجا میاد؟ از یک نهاد بالادستی مثل شورای نگهبان یا نهادهای امنیتی که اونا تشخیص میدن که این آقا خطرناکه، بره در مجلس حرفایی میزنه که ما دوست نداریم بشنویم، بنابراین از همینجا جلوشو بگیریم. قبل از ایجاد شر جلوی اون رو بگیریم. دیگه اون مجلس نیست. بله نشستن دی 300 نفر 400 نفر 500 نفر اونجا نشستن، بعضا هم با هم دعوا میکنن، نطق پیش از دستور میکنن و این حرفا، اما تنها چیزی که از اونجا بیرون نمیاد صدای ملته، چون مجلس جاییست که صدای مردم باید شنیده بشه. اما اونجا فقط صدایی شنیده میشه که سید علی خامنه‌ای میخواد، اونجا صدایی شنیده میشه که اعلی حضرت میخواد، بقیه حق ندارن حرف بزنن. اگه هم حرف زدی یا کنارت میذاریم یا دوره بعدم رد صلاحیتت میکنیم که حواست جمع.
بنابراین در پدیده سلطانیزم تمام شکل‌های دولت مدرن وجود داره. اما محتوایی که اون دولت مدرن میخواد دیگه در اونجا وجود نداره. شما یک پدیده ای هست که بسیاری از ما دیدیم با اون تاکسیدرمیست. شما توی فروشگاهی میرید میبینید مثلا سر یک حیوانی رو گرفتن آویزان کردن جایی، همه چیز آن حیوان بر سر جا هست، اما به خاطر تاکسیدرمی کردن دیگه فاسد نمیشه، ظاهرش ظاهر سر مثلا یک گوز نیست که شما دارید میبینید. یا بعضا حیواناتی با جثه های کوچک رو دیدید تاکسیدرمی میکنن و به عنوان چیزهای نمایشی هم متاسفانه میبرن در خانه ها استفاده هم میکنن. تاکسیدرمی به معنای حالا تاکسیس به معنای منظم کردنه، مرتب کردنه، و درما به معنای پوسته. واژه یونانیست تاکسیدرمی از یونانی به معنای مرتب کردن پوست یا آراستن شکل یک صورت. دولت های استبدادی یا سلطانیسم هم همین کارو میکنن، یعنی جامعه رو تاکسیدرمی میکنن. شما به اون جامعه نگاه میکنید بر روی کاغذ، میبینید که خب همه چیزشون هست، اما تنها چیزی که در اون جامعه وجود نداره همون چیزهای مدرن. یعنی مجلس هست اما صدای ملت نیست، عدلیه هست اما فست خصومتش بر اساس قانون نیست، قانون اساسی هست اما اجرا نمیشه، فقط شکلش شبیه همونه. و در این فضا جامعه میمیره چون دیگه قوه عقل کار نمیکنه. انسان ها عقل دارن، فعالیت مغز، حواس و چیزهای دیگر یه خروجی به ما میده که ما استنتاج میکنیم، بررسی میکنیم. قوه عقل جامعه مجلس، یعنی دولت مدرن قوه عقلش مجلس، جایی که عقلای مردم، نمایندگان مردم میشینن اونجا با هم بحث میکنن در مورد طرحی، استنتاجی بیرون میاد با دلایل و شواهد و بعد تصویب میشه و بعد اون اجرا میشه. خب شما وقتی مجلس رو خالی کردید از اون صدای مردم و فقط حرف شما شنیده بشه یا دیگران به عنوان نماینده جرأت نکنن برخلاف شما حرف بزنن، دیگه عقلانیت اون جامعه وجود نداره، دیگه خرد وجود نداره. احزاب وقتی وجود ندارن اون جامعه دیگه قلب نداره، پمپاژ نمیکنه نیروهای جدید رو، نخبگان جدید رو. شما دیدید حتما کسانی که بعضا در برخی از این فرهنگ ها میمیرن، وقتی در تابوت اینا رو قرار میدن موهاشون رو آرایش میکنن، لباس مرتب با کت و شلوار تنش میکنن، ها طرف مرده ها، اما کت و شلوار تنش میکنن و یه پاپیونی میزنن و داخل اون تابوت میذارن میارن و دیگران نگاه میکنن. پدیده سلطانیسم با جامعه ما چنین کاری کرده، هم در دوران رژیم گذشته و هم در جمهوری اسلامی. شما بعضا پدیده های مدرن میبینید اما آن چیزی که سبب زنده بودن جامعه هست وجود نداره. حالا یکی برمیگرده میگه آخ به اونهاش نگاه نکن، نگاه کن چقدر موی سرش زیباست، چه پاپیونی با برند خیلی خوبی زده، چه کتی تنش کردن. میگیم عزیز من این آدم مرده. اگر شما همین رو بذارید بعد از 10 روز 15 روز دیگه میگنده، چون اصل کاری مرده. همون لباس هم بوی تعفن میگیره چون جسد اون انسان میپوسه، فاسد میشه، بو میگیره. وضعیت ما چنین بوده، امروز هم هست. دیدید ما زمان گذشته چه ساختمان های عظیمی ساختیم، چقدر جاده ساختیم، چقدر پل ساختیم. به سد آریامهر نگاه بکنیم، به میدان شهیاد نگاه بکنیم، از این برم جمهوری اسلامی. آقا نگاه بکنید ما چه موشک های سجیل و ذوالفقار و اینا داریم. نگاه بکنید به ما، ببینید ما به کجاها رسیدیم، رکورد زدیم و فلان زدیم و اینا.
قدرت منطقه هستیم. شما برید نگاه بکنید، قوه عقل جامعه چقدر داره کار میکنه. در هر سیستم سیاسی مجلس تعطیل شد، یعنی قوه عقل اون جامعه تعطیل شده. احزاب تعطیل شدن، رسانه ها تعطیل شدن، چرخش نخبگانی رخ نمیده، یعنی نیروهای جدید وارد سیستم نمیشن چون سیستم بسته است. اجازه مشارکت گروه دیگر رو نمیده، میگه نخیر من فقط همین آدمایی رو میخوام که به من تعهد دارن. خب یعنی قوه قلب جامعه دیگه از کار افتاده، تحرک نداره، اکسیژن به جامعه نمیده، غذا به جامعه تزریق نمیکنه، به بدن تزریق نمیکنه. خب یه چون این جامعه شما بگید خب آراسته است، بله آراسته است، در این شکی نیست، اما کمی صبر کن، بوی فساد اون جنازه بلند خواهد شد و بعد دیگه حتی اون لباس هم نمیتونی نگاه بکنی. ما در گذشته همین وضعیت رو داشتیم. این دوستانی که صحبت از این میکنن که آقا ما به کجا میرسیدیم، نمیرسیدیم عزیز من، نمیرسیدیم، آخرش هم انقلاب. امروز هم وضعیت ما جوری که آخرش هم انقلاب. اگر فردا هم دوباره همین سیستم باشه، همین انقلاب خواهد. زمان قاجار به دلیل اینکه عقل جامعه وجود نداشت، قلب جامعه وجود نداشت، دستان و بازوان جامعه وجود نداشتن، انقلاب مشروطه داشتیم. بعدها هم دوباره همون وضعیت ایجاد شد، انقلاب 57 داشتیم. بعد از اون هم 44 سال همین وضعیت هم دوباره در حال انقلابی. باز یک عده‌ای نمیخوام بفهمن. جمهوری اسلامی 10 برابر شاید پهلوی‌ها دانشگاه ساخته، اما محتوا چی؟ هیچ. آقا اونایی که از این دانشگاه فارغ التحصیل میشن رو شما به بازی میگیری؟ شما این همه دانشگاه ساختی؟ بسیار عالی. خب این متخصصان علوم سیاسیشو به بازی میگیری؟ حقوقدانانشو به بازی میگیری؟ جامعه شناسانشو قبول میکنی؟ میگه نه خیر، من لیسانس دادم، دکترا دادم. شما برید نگاه بکنید در جمهوری اسلامی چند از ما دکترا داریم، چند از ما فوق لیسانس داریم، پرن، اما همه بیکارن. چرا؟ چون وجود نداره، اصلا سیستم اونا رو نمیخواد. خیلی هم خوشحال میشه که مملکت رو بذارید برید مهاجرت بکنید. این فضاست که مشکلات ایجاد کرد. هر کی کارنامه های سوری و نمایشی خودش رو میاری جلو، کارنامه اصلیتون رو بیارید، این بحث های سطحی رو رها کنید. مجلستون چقدر آزاده؟ احزاب چقدر آزادن؟ شما چرا در امریکا انقلاب نمیشه؟ چرا در فرانسه انقلاب نمیشه؟ اونا فقیر ندارن؟ دارن. بیمار ندارن؟ دارن. مواد مخدر مصرف کننده ندارن؟ دارن. قاچاقچی دارن، دزد دارن، همه چی دارن. ما چرا انقلاب نمیشه؟ برید نگاه بکنید، چون نیاز به انقلاب نیست. دولت میشه به راحتی عوض کرد. نخبگانی که توانایی داشته باشن میتونن وارد فضا بشن. بنابراین مسئله اساسی بر سر اینه. پارنامه های جزئی خودتون رو به اینجا برای ما نمایش ندید. اون انسان اگر سالم باشه، لباسش هم اگر مناسب نباشه، انسان زنده است، نمیپوسه. اما اگر اون انسان مرده باشه، شما بهترین برندها رو هم تنش بکنید، بعد از 10 روز اون جنازه بوی گندش بیرون میاد، دیگه هیچ کس تو اون سالن هم نمیتونه بمونه. ما به گندیدگی جامعهمون نگاه نمی کنیم، فقط به ظاهر نگاه می کنیم. دیدید ما چقدر مرتب و منظم بودیم؟ دانشگاه داشتیم، خب نخبگانش کو میشه به ما نشون بدید؟ مجلسی که هر 2 سال 3 سال 4 سال آدم عوض کردید، 2 تا آدم وارسته توش پیدا میشه که صدای ملت باشه، صدای مردم باشه. روی صحبتم با تمام استبدادها، چه قاجار، چه پهلوی، چه جمهوری اسلامی، برای اینکه در آینده دوچار اینا نشید، مردممون رو آگاه بکنیم که جامعه زمانی میگنده که قوه عقلش از کار بیفته، دچار مرگ مغزی بشه. حاکم بگه اصلا نیاز به مغز ندارم، من خودم جای شما فکر میکنم، من نیاز به احزاب ندارم، که یه گروه دارم مجیز منو بگن تا تکمیل شد رم. حزب فقط حزب الله، حزب فقط رستاخیز، دیگه هیچ کسی نیاز نداره. چرخش نخبگانی نشه. آقا این که چپیه بندازیمش کنار، اون که غیر حزب اللهیه بندازیمش کنار،
فقط دوروبری های خودمون باشه. خب تمام میشه. امروز وقتی من کارشناسی رو میبینم به مسائل سوری نگاه میکنه، میبینم باز هم درد داره برای همون پاشنه میکنه. میخوا نگاه کنی شاه ما چه شیک بوش بود، 3 زبان بلد بود، 50 تا پادشاه و ملکه رو از نظر زبان و خلبانی و اینها یاد. عزیز من اینها که نشده موتور محرکی جامعه، هر آدمی یه تخصصی داره. یه طرف رفته سوئیس درس خوانده، آمده در ایران داره استبدادی اداره میکنه، ببینید عمق فاجعه تا کجاست. حالا یکی آخونده مال عصر حجره، درست تو حوزه هم این چیزای مدرن بهش یاد نمیدن دیگه، تکلیفش معلوم است. از کوزه همون برون تراوت که در روست، شما از آخوند که نمیشه توقع حقوق بشر داشته باشی، مدرنیته داشته باشی. تو حوزه علمیش مگه چیز دیگه یاد میدن جز آداب جماع و طهارت و نجاست و اینا؟ نه. اما روی صحبت ما اینه آقا پاهای پادشاه، شما که رفتی در خارج چی کار داری میکنی؟ و سوئیس برگشتی ایران مجلس تعطیل کرد. و سوئیس برگشتی ایران میگه نخست وزیر باید هر چی باشه که من میگم. آیا این میتونه موتور محرکه جامعه باشه؟ و امروز هم فضا متاسفانه همینه. نخبگان جامعه ما که 40 سال در غرب زندگی کردن، به جای پرداختن به اصول پیشرفت در جوامع غربی، نگاه میکنن به پل و جاده و نمیتونن هزار چیز دیگه. اونا هم خوبه، ما لباس زیبا بر تن یک انسان زنده زیباتره، نه بر تن یک جنازه‌ای که ممکنه 10 روز بعد بگرده. مثل امروز ما باید به هوش باشه. اولویت ما باید آزادی، دموکراسی، عقلانیت، حقوق بشر باشه. بقیه هم در کنارش خواهد آمد. جوامعی که اینها رو دارن اونا هم دارن، اما جوامعی که پل و جاده و اینا دارن ممکنه اونها رو نداشته باشه. کشورهای عربی رو شما بید نگاه بکنید، بله خیلی خوبه اما حقوق ندارن، آزادی ندارن. حالا چه اشکالی داره ما هر دو رو با هم بخوایم؟ مگه جوامع غربی رو ندارن؟ دارن. چرا ما اینها رو الگو میکنیم اونها رو الگو نمیکنیم؟ چون یه عده نمیخوان اون آزادی ها رو بدن، میگن فقط به همین شما قانع باشید و این خطر بزرگی است. خب ممنونم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. به این بحثا در آینده هم ادامه خواهیم داد که بتواند به ما کمک بکنه برای ساخت یک جامعه بهتر. ممنونم، پاینده باشید، تا بعد بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشه